انهدام 16 پهپاد گران قیمت NQ9 با قیمت پایه 32 میلیون دلار سه پهباد ویژه هرمس 900 هر کدوم به ارزش 7 میلیون دلار و هفت پهپاد پیشرفته هرمس 450 به قیمت 2 دو میلیون دلار خسارت دست کم 560 میلیون دلاری متهم ردیف اول موشک مرموز ساخت ایران. دوستان سلام به یکی دیگه از برنامه های ما خوش اومدید. اینجا مشکات پلاسه و امروز با موضوع معرفی یکی از تصیلات کمتر شناخته شده ایرانی میزبان شما هستیم. دنگ که به تازگی سر از لبنان هم در و در تازه ترین شکار خود کیلمارک که هفتمین هرمس 450 رو به ثبت رسونده. به همین بهانه هم قصد داریم با این موشک خاص ایرانی بیشتر آشنا بشیم. موشکی که امروز قرار راجبش صحبت کنیم سه ویژگی خاص داره. اولین که مخصوصاً برای کاربری در جنگهای چیلیکی ساخته شده و به همین منظور ساختار ساده ای داره. دومین که در شرایط برتری هوایی مطلق حریف میتونه عملیات کنه و از سرکوب هوایی در امان بمونه. در نهایت هم این جنگ افزار از ایده تا اجرا محصول ایرانه و تا مدتها پس از عملیاتی شدن نمونه خارجی مشابه نداشت و هنوز هم نداره. یک موشک پرسزن یا حتی به قولی پهباد سرگردان که میتونه در آسمان باقی بمونه و هر نوع پرنده مهاجمی رو شکار کنه. پهبادها، بالگردها و هواپیماهای ترابری از جمله اهداف بلقوه به حساب میان. این باور وجود داره که استفاده از این موشک در نقش تهاجمی هم میسر خواهد بود. پروژه 358 یکی از اولین کانسپت هاییه که تونسته مفهوم پهباد پدافندی رو در عمل اجرایی کنه. اونم در حالی که هنوز در سطح جهانی این نوع تسلیحات عملیاتی نشدن. توسعه سلاح مذکور نتیجه نیاز به سامانه هاییه که بتونن در محیط های متراکم از جنگ الکترونیک و در برابر تاکتیک های پیشرفته هوایی دشمن عمل کنند. استفاده از های جدید در زمینه پیشرانه، سیستم هدایت و کنترل پیشرفته و استفاده از مواد سبک و مقاوم، این موشک را به یک گزینه ایدال در های نبرد نامتقارن تبدیل کرده. طراحی ساده و بهینه این خانواده شامل موتور توربوجت، سطوح کنترلی متعدد، یوزهای لیزری مجاورتی و سیکر حرارتی تصویرساز می‌شود. نسل اول این خانواده دارای برد 100 کیلومتر و ارتفاع عملیاتی 28 هزار پاست در حالی که نسل دوم برد 150 کیلومتری و ارتفاع عملیاتی 35 هزار پایی داره استفاده از پهپادهای پدافندی یا موشک های سرگردان یا اونطور که برخی میگن مهمات پرسزن اونم در نقش پدافندی مپس کاملا جدیدی محسوب میشه که اخیرا و بر اثر جنگ اوکراین مورد توجه قرار گرفته اما ایران با توجه به شرایط خاص خود از سالها قبل به فکر تولید چنین سلاحی بوده یعنی موشکی که بتونه در نقش یک دوش پرتاب مدرن عمل کنه و در شش حوزه مختلف که راجبشون صحبت می کنیم عمل کرده بسیار بهتری داشته باشه در واقع به شش دلیل که در ادامه بهشون می رسیم خانواده 358 یک سلاح بینقص برای نبردهای نامتقارنه. از آمار 16 پهپاد MQ9، 3 پهپاد هرمس 900 و 7 هرمس 450 دستکم به طور مستند 10 تا 12 مورد توسط همین موشک شکار شدن. بذارید اینطور بگیم که یکی از محدودیت کلیدی موشک های دوشپرت برد و ارتفاع عملیاتی محدود اون هاست. این موشک ها معمولا برای برد های کوتاه بین 4 تا 8 کیلومتر و ارتفاع پایین یعنی حدود 3 تا 10 کیلومتر طراحی شدن و این ویژگی برای مقابله با اهدافی که در فواصل دورتر یا ارتفاع بالاتر پرواز میکنن اونها رو ناکارآمد میکنه در مقابل موشک 358 با استفاده از سامانه پیشرانه توربوجت قادر به هدفگیری در برد و ارتفاع بسیار بالاتره این قابلیت اون رو برای نابودی هواپیماهای شناسایی، پهبادهای ارتفاع بالا و سایر اهداف هوایی دوربرد ایدال میکنه. به طور مثال پهبادهای MQ9 معمولا در ارتفاع 40,000 هزار پایی یا 12 کیلومتری پرواز میکنن. از منظر قدرت تخریب، نوشک های ها به دلیل اندازه و وزن محدود دارای سر جنگی کوچکی هن که تنها برای مقابله با اهداف کوچک و کم تحرک مانند پهبادها یا بالگردها موثره. این در حالیه که موشک 358 به سر جنگی قدرتمندی مجهزه که توسط یک فیوز مجاورتی 360 درجه لیزری فعال میشه و حتی در صورت انفجار در فاصله دورتر باز هم میتونه آسیبزا باشه. در زمینه هدایت و دقت نیز موشک های دوش پرتاب با محدودیت های قابل توجهی مواجهن. بیشتر این موشک ها ممکنه در برابر اقدامات فریب مانند پرتاب فلر یا در شرایط آب و هوایی نامساعد کارایی خود را از دست بدن. همچنین موشک های به هوا نیز ابعاد بزرگی دارند که کارایی اونها رو تحت شعا قرار میده. در مقابل موشک 358 از سامانه های هدایت ترکیبی شامل اینرسی، ماهواره و فروسرخ بهره میبره که دقت بسیار بالایی در رهگیری اهداف متحرک و پیچیده داشته و در برابر اقدامات فریب دهنده مقاومتره. این اتاف فضیری عملیاتی یکی دیگه از نقاط ضعف موشک های دوش فرتابه. این سامانه ها تنها توسط نیروهای انسانی و از روی شانه شلیک میشن که امکان استفاده از اونها رو در محیط خاص محدود میکنه. از سوی دیگه موشک 358 به دلیل طراحی پیشرفته میتونه از پلتفرم های متنوع مانند پرتابگرهای زمینی چند فروندی، دریایی و حتی هوابرد استفاده بشه. این انتاف پذیری دامنه کاربرد رو به میزان قابل توجهی افزایش داده و امکان استفاده از اون در معمولیت های متنوع رو فراهم میکنه. یکی دیگه از محدودیت های موشک های دوش پرتاب و حتی موشک های زمین ده هوا ماندگاری پایین در میدان نبرده این موشک ها برای استفاده در عملیات های کوتاه مدت و سریع طراحی شدن و با توجه به استفاده از پیشران های راکتی یا به هدف برخورد می یا تا زمان اتمام سوخت بی هدف به فعالیت ادامه میدن. در مقابل موشک 358 ماندگاری بیشتری در شرایط سخت داره و میتونه در دراز مدت به عنوان یک سامانه عملیاتی باقی بمونه. این موشک احتمالاً قادره در شاع 100 کیلومتر و برای مدت قابل توجه به پرواز ادامه بده. از دیگر چالش های موشک های دوش پرتاب مقاومت پایین در برابر جنگ الکترونیکه. این موشک ها در صورت اخلال در سیگنال های هدایت یا فریب سامانه های فروسرخ کارایی خود را به میزان زیادی از دست میدن. در نقطه مقابل موشک 358 به سامانه های تر و مقاومتری مجهزه. ترکیب سنسور تصویرساز حرارتی و ماژول چند کاناله ماهواره‌ای توانایی این موشک رو در مقابله با تهدیدات پیشرفته و مجهز به فناوری مدرن به میزان زیادی افزایش شده. در نهایت یکی از مزیت‌های اصلی موشک 358 در مقایسه با نسل‌های قبلی قابلیت مقابله پیشرفته با پهبات هاست موشک های دوش پرتاب معمولا برای نابودی پهپادهای کوچک و کم سرعت موثرن اما موشک 358 حتی فراتر از موشک های پدافندی عادی تا ارتفاع 35000 پایی قادر به اجرای عملیاته